بشم هشم نعصه نسلی و نسلیخ والانو موشه مشه مراشا قهیلت یعقوب آدم آینه احسانهای خدا و قدرت و جبروت اوست برای اینکه ما بفهمیم حقیقتا اناوا و تواضع چیست مسلما منظور این نیست که انسان عاقل فکر کنه که نادانه پهلوان فکر کنه که حتی یک وزنه چند کیلویی هم نمیتونه بلند کنه بنابراین واقعیت امر که انسان باید خودش رو در یک نگاه واقع بینانه ببینه مثل آینه که اون نشون میده تمام قیافه و قامت شخصی که در مقابلش ایستاده اگر در مقابل آینه یک فرد مقدس با صورتی نورانی بیسته همچون آفتاب در آینه هم این صورت و قیافه دیده میشه آیا مفهوم و اصلا قابل قبول و درکه که آینه بگه ببینید چقدر من مهم هستم که این چنین شخصیتی قیافه و شکل و نورانی بودنش در من نمایانه و این بسیار بیمعنی است که واقعیت اینه که در آینه هیچ چیزی وجود نداره فقط یک وسیله است که اون قیافه و صورتی که در مقابلش قرار میگیره آینه نشون میده و در آینه هیچ جز نمیشه و ماندگار نیست که بخواد قسمتی از آینه بشه همینطور تواضع در موجودیت انسان به طور واقعی در که این که من همچون فقیری هستم که ثروتمندی اومده از ثروت خودش به من ادیه داده و من چیزی برای غرور و تکبر ندارم چون من هیچ از خودم نیست و همه چیز هدیه اوست با وجود اینکه به نظر میرسه این صاحب این امواله ولی صورتی که در مقابل آینه ایستاده باعث نمیشه که آینه چیزی رو جذب کنه و هر آنچه که در آینه هست اون صورت و قیافه است که در مقابلش قرار داره و در لحظه ای که این آدم از مقابل این آینه دور بشه در آینه هیچ مشخص نیست و هیچی دیده نمیشه مثل اینکه از اول هیچی در مقابل آینه نبوده واقعیت وجودی انسان هم همینه تمام موجودیتش تمام مقامش منزلتش حکمتش ثروتش قدرتش زیبایی است هر است نمایان شده از احسان خدا از جبروت و حکمت خدا پس به چی میتونه این آدم گوا کنه در حالی که چیزی از خودش نیست همه آینه ی احسان خدا و کسرت لطف و عنایت بیکران اوست و این همون چیزی است که مشرب بنو میفرماد به ما ما چه هستیم ما در خودمون هیچی نداریم هر است از اوست که پروردگار یکتای بی همتاست. و تمام موجودیت ما اون چیزی که از لطف و مرحمت الهی در ما نمایان شده و به طور کلی تمام جهان نمایانگر احسان خداست و تمام هستی آینه است که پروردگار اون رو آفریده که توسط او احسان و جبروتش نمایان میشه و همه جهانیان ظرف و وسیله هستند که احسان خدا رو در خودشون نگه میدارن ولی از خودشون هیچی ندارن فقط لطف و انایات اشم و این عمق صحبت نفش خیم است که میفرماد انسان مثل خدا نیست موقعی که آدم بنا میکنه یک وسیله رو به عنوان مثال از شوب میز یا صندلی میسازه اون کسی که سازنده این میز یا صندلی است از قدرت خودش این رو نساخته بلکه چوبهایی رو آورده که قبلا بودند و اونها رو درستش کرده به شکل میز یا صندلی در آورده وقتی کار اون در ساخت این میز و صندلی تموم شد و رفت دنبال کار خودش اینها میمونن و پا برجا هستند ولی خداوند وقتی دنیا رو آفرید و اونها رو خلق کرد از هیچ از قدرت بی انتهای خودش هر روز و هر لحظه واقعا قدرت خدا در پشت اونهاست و به اونها حیات میده و حیات اونها وابسته به نظر و اراده یکتای بی همتاست که فیضش رو هر لحظه به دنیا ارزانی میکنه و نور جدیدی به اونها میده و اگر خداوند نظرش رو و لطفش رو و فیضش رو از اونها دور بکنه لحظه اونها هستی نخواهند داشت و همه نابود و از بین خواهند رفت نتیجه میگیریم که اصل موجودیت هر چیز اندازه گیری میشه بر حسب اینکه چطور در مقابل قدوسیت هشم میسته اون چیزی که مشه با خدا رو به رو صحبت میکرد پل په ادب برو همینطور وقتی که در پای کوی سینه جماعت اسرائیل ایستادن خداوند رو رو پانیم به پانیم دی میماخه و این اوج مقامی است که انسان وقتی در مقابل خدا میسته عظمت خدا در اون نمایان میشه به اون اندازه عالی و این پانیم بل پانیم روبروی خدا ایستادن همون تفیلاست اون تحسین و مدی که ما به درگاهش میخونیم بنابراین تفیلا پایه تمام موجودیت و اون فرشتگان و تمام اجرام آسمانی اصل موجودیتشون وابسته به اون سرودی است که میخونند و اونها نه فقط وابستن به سرود بلکه سرود و تفیلا تمام موجودیت و هستی اونهاست تا اونجایی که اونها میستن در مقابل خداوند با تحسین و تمجید همینطور اونها موجودیت دارند و ولی از خودشون ها هیچی ندارن فقط آینه ای هستند برای نشان دادن احسان خدا و هر چقدر که نزدیک میشن به پروردگار با سرود و تحسین اونها احسان خدا رو بیشتر نمایان میکنن در ماهیت وجودشون و هر چقدر که ما تفیلا رو بیشتر و با دقت و حساسیت و شور و عشق و سمیمیت بیشتری بخونیم نور خدا بیشتر در ما تجلی میشه همونطوری که قدمانی فرمودن هر تفیلایی جواب داره واقعا مثل آینه اون کسی که در مقابلش میسته حتی اگر با خشم بیسته بالاخره آینه تأثیر میپذیره و اون قیافه خشمالود رو نشون میده بنابراین هرچه با کوانا و دقت و شور و عشق و صمیمیت بیشتری تفیلاش رو برگزار کنه با سرود و تحسین و الحاق به خدا مسلما نور خدا و عظمت خدا بیشتر در او تجلی پیدا خواهد کرد هرچقدر انسان خودش رو در مقابل خدا هیچ بدونه و باطل بدونه جذب احسان خدا در او بیشتر خواهد شد همچنان آینه ای که ما در موردش صحبت کردیم اگر آینه به خودش بگه خب چرا من باید فقط دیگران رو نشون بدم منم میخوام از خودم یه چیزی داشته باشم یه رنگ و روغنی داشته باشم اونجاست که دیگه آینه نمیتونه خوب شکل و قیافه فردی که در مقابلش ایستاده رو نشون بده و میشه یک موجود کدر بدون روشنی و شفافیت اگر آینه کسیف باشه باز هم همینطور نمیتونه قیافه فرد مقابل رو به روشنی و وضوح نشون بده همینطور انسان هر چقدر خودش رو هیچ بدونه در مقابل خدا و فرمان بردار و مطیع بهتر میتونه نور خدا رو در خودش متجلی کنه مثل آینه ای که هر چقدر تمیز و پاکتر باشه بهتر میتونه قیافه شخصی که در مقابلش ایستاده رو نمایان کنه و نشون بده فرد متوازه هم به همین شکله هرچه احساس باطل و هیچ بودن در خودش به وجود بیاره بیشتر احسان و نور جلال الهی رو در خودش متجلی میکنه تا اونجا که برشید ربا در دمود آدم آریشون قبل از خطا که فرشتگان شارت به حضور او قادش میگفتند فهمید تو دمود یعقوب آبینو مگیلا یوتخت عمود بت میفرماید که فمور بی اخا مریبی الازار از کجا که خداوند یعقوب رو ال خوند شنمر و ایرالو ال الوه یعقوب یعنی خداوند صدا زد به یعقوب ال ملخ داشتن اشتباه میکردن میگفتن آداماریشون خداست یعقوب خداست چرا؟ و آیا واقعا میشه این چنین تصور کرد؟ آیا میشه یعقوب آوینو رو خدا دونست؟ بلکه منظور اینه که اونقدر آداماریشون قبل از خطا و یعقوب آبینو پاک و منزه و بدون گناه بودند و خودشون رو در مقابل خدا قطعا هیچ می که تجلی نور خدا رو در خودشون کامل داشتند تا اونجایی که فرشته ها فکر کردن که اونها خدا هستند مثل آینه وقتی فردی در مقابلش میسته مشخص نیست که کدومش آینه است و کدوم اون فردیه که در مقابلش ایستاده چون آینه بسیار پاک و روشن قیافه اون فرد رو داره نشون میده در حالی که آینه فقط شیشه است و اون فرد یک انسانی که در مقابلش ایستاده همینطور آدام ریشون و یعقوب وینو که اونقدر پاک شده بودند که تجلی نور خدا بودند و همینطور هر فرد کوچک و بزرگی و مرد یا زنی میتونه با پاکی و صداقت و باطل کردن خود در مقابل اراده و فرمان خدا این چنین تجلیگاه نور الهی باشه